And now, my friend. And now, my friends, it is my great honor to introduce, to speak to you from Europe, the President-elect of the National Council of Resistance, Madame Rojavi, who has led us through our darkest and our best days, who has been a tireless voice, who is the one thing that assures me that those who have died will never be forgotten, and that through all the sacrifice, the one inevitable thing about this struggle, the only one thing I know, is that in the end, we win, and Iran is free. Our President-elect, Madame Rojavi. یاران مقاومت، اشرف نشانها، دوستان گرامی مقاومت ایران در آمریکا، گرمترین درودها به تک تک شما. شما که در هر شرایطی، در سرما و گرما، حضور پرشورتان و عزم جزمتان وجدانهای خفته را بیدار، گوشها را باز و چشمها را بینا می کند. گرد همایی و تظاهرات امروز شما غلیان شرافت و وجدان ملت‌های ایران و آمریکاست. این اعتراض و شورشی در برابر سیاست کنار آمدن با آدم کشان و گروگانگیرهاست. این فریادها و اعتراضهای شما جوشش خونهای 52 قهرمان مجاهد خلق در حماسه کهکشان اشرف است که سر باز ایستادن ندارد. درود بر شما که زهره و گیتی و همه شهدا را در خود زنده کردید و به واقع 52 برابر شدید. سلام بر نسل قهرمانی که به قول مسعود شکوهمندترین حماسه پایداری به لحاظ کیفیت و طول زمان در قرن 20 و 21 را از آن خود کرد و بر بام شرف بشریت و دنیای معاصر جای گرفت. در این مورد تردیدی ندارد که قتل عام 52 مجاهد خلق در اشرف و گروگانگیری 7 مجاهد دیگر توسط دولت عراق و با همکاری او صورت گرفته است. پس این دولت آمریکاست که باید پاسخ بدهد که چرا این واقعیت را مخفی می کند. وانگهی وقتی که این شخص را در بالاترین سطح می پذیرید، یعنی عملاً در قبال سیاست‌های او مسئولیت می‌پذیرید. به همین دلیل است که می‌گوییم آقای رئیس جمهور، بعد از دیدار با مالکی شما به طور مضاعف نسبت به سرنوشت گروگان‌ها و همچنین سرنوشت 3000 تن از اعضای مجاهدین در زندان لیبرتی مسئولیت دارید. نخست وزیر عراق را وادار سازید که گروگانها را آزاد کند و در تأمین الزامات حفاظتی و امنیتی لیبرتی سنگ اندازی نکند. در صورت هر گونه مانع تراشی، کمک های اقتصادی و رابطه تسلیحاتی با عراق را قطع کنید. شما مسئولیت دارید که مالکی را در مقابل تعهداتش قرار بدهید. از ابتدای سال میلادی تا کنون
حدود 7000 نفر در عراق کشته و حدود 10000 تن مجروح شده اند. این وضعیت نتیجه حاکمیت دیکتاتوری دستشانده آخوندها در عراق است. همان آخوندهایی که در خود ایران ظرف همین هفته 20 زندانی سیاسی را به دار آویختند. از شروع ریاست جمهوری آخوند روحانی حدود 300 نفر اعدام شده اند، یعنی هر 7 ساعت یک اعدام. آیا این آن میان رویست که به آن چشم دوخته اید؟ گمان نکنید با چشم بستن بر قتل عام و گروگانگیری اشرفی ها خواهید توانست بحران برنامه تسلیحات اتمی آخوندها را مهار کنید. آخوندها میخواهند با برخی انعطاف های تاکتیکی کیان برنامه تسلیحات اتمی را حفظ کنند. به شما میگوییم از تاریخ درس بیاموزید. اگر در این مسیر حرکت کنید، دست آخر هم ننگ و ذلت نصیبتان می شود، هم عواقب هولناک بمب اتمی آخوندها. بله، دست آخر هم ننگ نصیبتان می شود، هم یک منطقه فرو رفته در آتش خون که صلح و امنیت تمام جهان را به خطر می اندازد. پس به جای یک مسیر اشتباه، راه قاطعیت را در پیش بگیرید. تحریم های بین المللی علیه این رژیم را تشدید کنید. پرونده نقض حقوق بشر توسط آخوندها را به شورای امنیت ارجاع دهید و آنها را وادار سازید که بازرسی های سرزده ملل متحد را بپذیرند و تمام سایت های اتمی را تعطیل کنند. با درود به اعتصاب قضا کنندگان در لیبرتی و ژنو و برلین و ملبورن و لندن و اتاوا، و با درود به شرکت کنندگان در اعتراض ها و تحسن ها در سراسر جهان، همه شما را به گسترش اعتراض ها فرا می خوانم. این پیکار و نبردی است که چشم میلیون ها ایرانی به آن دوخته شده است و همین مبارزه است که سرانجام پیروزی را محقق می کند. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، سلام بر مجاهدان لیبرتی و اشرف نشانها در سراسر دنیا، و درود بر همه شما.